اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته آمار تلفات تصادفات جاده‌ای در ایران در نوروز امسال نسبت به سالهای پیش کاهش یافته است. با این وجود ایران همچنان یکی از بالاترین آمارهای مرگ در اثر تصادفات رانندگی در جهان را دارد. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش صحتی. بزرگترین قاتل ایرانیان، آماری خیره کننده از کشتار سالیانه، ساعتی 3 کشته در تصادفات رانندگی ایران. اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران اما گفته که تعداد کشته شدگان در تصادفات رانندگی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته. آقای احمدی مقدم چندی پیش گفته بود که میزان تلفات ایران تنها در بخش تلفات تصادفات جاده‌ای برابر با یک سال تلفات یک جنگ بزرگ است. بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران، در دهه 80 بیش از 240 هزار نفر در ایران به خاطر وقوع حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. بر این اساس به طور متوسط سالیانه به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت ایران 35 نفر در حوادث رانندگی قربانی می شوند. ایران همچنان رکورددار تلفات تصادفات رانندگی در دنیاست. سونامی مرگ. دلیل اصلی بالا بودن تعداد کشته شدگان در جاده های ایران چیست؟ اگر بخوایم درصد بندی بکنیم بر اساس مطالعاتی که انجام شده طی 5 سال اخیر، بین 55 تا 60% دلیلش اینه که راننده ها مقررات رعایت نمی کنن، مخصوصا انحراف به چپ و سرعتی رو استفاده می کنن که مطمئن نیست، سرعت بیش از حد مجاز است. ما بقی تقسیم میشه به معابر و جاده هایی هستن که استانداردهای ایشون در حد مطلوب نیست. ممکنه حالا جاده از لحاظ روسازی و کیفیت اینا مناسب باشه، ولی استانداردهای ایمنی مثل قوس‌ها و همینطور علامت‌گذاری و علائمی که در جاده ها نصب میشه، چه در جاده های بین شهری چه در معابر شهری، اینها هنوز ایدئال مطلوب نیست و این اثرگذار هست. دلیل دیگر وجود خودروهای غیر استاندارد است که به طور فزاینده‌ای وارد بازار ایران شده طی چند سال اخیر و همینطور خودروهایی که در داخل ایران عملاً مونتاژ میشه، به عنوان ساخت اعلام میشه، ولی اینا همه مونتاژی هست. چند روز مانده به شروع سال نو، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران اعلام کرده بود که جمعیت کاهش تلفات جاده ها در ایران تشکیل شده، چرا که به گفته آقای حداد عادل ایران باید در مباحث دیگری مانند مدیریت موفق به کسب درجات بالای جهانی شود، نه در تعداد تلفات حوادث رانندگی. کوروش صحتی، صدای آمریکا.